علیرضا فیروزی از دانشجویانی است که در بازداشت به سر میبره، مثل دانشجویان بسیار دیگه که در پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران روانه زندان شدن، مثل کسان دیگه. اسامی بسیار، وقت ما کم. سلام میگیم به مادر علیرضا فیروزی. سرکار خانم فیروزی، سلام به شما. منم سلام دارم خدمت شما و همین شنوندگان عزیز و بینندگانی که الان شنونده گفتار ما هستن. فقط یه نکته‌ای که شما اینجا عنوان کردید که علیرضا در بازداشت هست، متاسفانه ما هیچ گونه خبری مبنی بر بازداشت علیرضا و سورنا نداریم. من هفته پیش 4-5 روز ارومیه بودم، آخرین جایی که ما خبر از حضور بچه ها تو این شهر داشتیم. من به اطلاعات اونجا، به آگاهی، به تمام ارگان هایی که فکر میکردم ممکنه به نوعی به هر حال بچه ها در ارتباط با مثلا حالا به علتی گرفته باشنشون مراجعه کردم و همه جا اظهار بی اطلاعی کردن و بنابراین به هیچ عنوان نمیتونم بگم، شاید واقعا نمیتونم اینو عنوان کنم که این بچه ها دستگیر شدن. ولی ما امروز 12 روزه که ما کاملا بی خبر و بی اطلاع از بچه ها هستیم. اینکه کجا هستن، چی کار میکنن، هیچی. تلفناشون قطع. فقط عصر شنبه برای شاید نیم ساعت تلفن علیرضا روشن شد، من تونستم باهاش تماس بگیرم، ولی تماسی که فقط زنگ خورد، نه تماسی که بتونم صحبت بکنم با پسرم. و بعد از اون دیگه کلیه تماسای ما قطع شد، هیچ خبری من از جانب بچه ها ندارم. بله. خب ما خبر بازداشت علیرضا رو بر اساس خبرهایی که منتشر شده بود و خبر بازداشت داده بودن، آیا همین فرمایش شما، آیا بازگو کننده نگرانی شما درباره سرنوشت فرزندتون؟ دقیقاً همینجوره، به خاطر اینکه بچه‌ها وقتی که روز دوشنبه صبح علیرضا با کد، حالا معلوم نیست، علیرضا با آیدی علیرضا اومد بالا و تونستیم باهاش چت بکنیم، یعنی چتی که تنها مینوشتیم، نمیتونستیم هیچ کلام گفتاری با هم دیگه نداشتیم، فقط نوشتاری بود با هم دیگه، تماسمون نوشتاری بود. وقتی از این صحبت میکردیم یه سری حرفای میزد که اصلا با ادبیات علیرضا، با گفتار علیرضا کاملا متناقض بود. بعد هیچ چیزی رو به ما ثابت نمیکنه، هیچ چیزی که بخوایم بگیم که مثلا حالا اینا کجا هستن، هیچ اطلاعی. وقتی من ازش پرسیدم، گفتم که خب تو ارومیه چه کار میکنی، گفت خودت بلیت برای من گرفتی، در حالی که من بلیت ارومیه تبریز برای بچه‌ها گرفته بودم. و اینا چرا سر از ارومیه در آوردن؟ نگران روبوده شدنشون هستید؟ بله، اونجا عنوان میکنه که ما تو خونه یه کرد هستیم. بهش میگم این کرد کیه، چجوریه، یعنی چی خونه اون، چی کار میکنید. اصلا یه صحبت هایی میکنه که میگم اصلا برای ما قابل قبول نبود، چیزایی که اصلا خارج، یعنی خارج از برنامه اینا برای تفریح رفتن تبریز و شاید حالا مثلا به هر حال برای گردش ارومیه هم میخواستن برن، ولی اینکه اینا هیچ خبری ازشون نیست. و من به هر ارگانی توی ارومیه مراجعه کردم، تمومشون اظهار بی اطلاعی میکنن و هیچ کجا جوابگوی من نیستن. نمیدونم واقعا اینو بشه مبنی بر دستگیر شدنشون گذاشت و که اونا بی اطلاعمون میذارن، اصلا اونا هم خبری ندارن. هیچی، هیچ کسی حاضر نیست به ما بگه که لااقل این بچه ها زنده هستن. یعنی من در اطلاعات، در ستاد خبری دوبار رفتم اونجا با آقای صحبت کردم، دوبار در زندانشون رفتم، گفتم فقط به من بگید که پسرم اینجا زنده است، اگر اینجا گرفتنش فقط بگین زنده است اینجا، چون به هر حال من مادرم. بله. دو تا پرسش من دارم. یکی این که درباره سورنا شما گفتید، اگر توضیح بدید برای بینندگان ما. دو این که فرض میکنیم فرزند شما گم شده، بسیار هم دردناکه، به هر حال مرجعی اونجا مسئوله، یعنی مرجعی دولتی مسئوله، چون پول از مردم میگیره برای همچین کارهایی که بره بگرده پیدا کنه گم شده ای رو، نشونی کجا هست. آیا به جایی شما شکایت کردین یا گزارش رسمی دادید؟ بله، در رابطه با سورنا، این دوتا چون به هر حال میدونید که وضعیت دانشگاهیشون هنوز مشخص نیست، هیچ چیزیش معلوم نیست و خب تو این ایامی که
به هر حال بیکار بودن، گفتن برای تفریح پاشیم بریم سمت تبریز و شاید میگم احیانا سمت ارومیه میخواستن برای تفریح برن. به هر حال جوانانو نمیشه جلوی گردششون رو گرفت. ولی این که میفرمایید به ارگانی مراجعه کردم، بله من هم کلانتری ها رو از تهران جستجو کردم، ازشون استعلام گرفتم، اونا برای من زحمت کشن بیمارستان ها، حتی برای من خیلی دردناکه، ولی اونا حتی پزشک قانونی چمیدم سردخونه اینها رو تموم مورد بررسی قرار دادن، گفتن اینجا هیچ موردی نیست. بعد من ارومیه که مراجعه کردم رفتم آگاهی مرکزی، اونجا شکایت نوشتم، کلانتری 14 مراجعه کردم، به مامور تجسسشون پاسخ دادم، اونجا یه سری پرونده برای من تشکیل دادن. بعد رفتم نمیدونم پلیس امنیت بود آگاهی مرکزیشون بود، دقیقا نمیدونم کدوم سازمان بود، اونجا مراجعه کردم که مجدد یه پرونده دیگه تشکیل دادن و موبایل ایرانسل علیرضا رو گفتن که ما میفرستیم که این دو هفته اخیر ببینیم که با کجا یه موقعی تماس گرفته، یه موقعی روشن شده باشه بتونیم از این طریق پیگیری کنیم. ولی امروز هم که من با این آگاهی تماس داشتم هیچ پاسخ صحیحی به من ندادن. یعنی در واقع همونجور که شما میگید این آگاهی موظفه که بگرده دنبال گمشده من، به قول شما دارن حقوق میگیرن که این کار رو انجام بدن، ولی فعلا که هیچ پاسخی به ما ندادن. نمیدونم باید خودم دست بگیرم برم تو شهر در خونه ها رو بزنم، در سازمان ها رو بزنم، نمیدونم کبوتر بشم بلندشم برم تو این سازمان ها بگردم دنبال بچم، نمیدونم، از دستم خارجه دیگه. من نمیدونم اگر کسی گروگان گرفتتش یا اگر جایی گرفتار هست، دست سازمانی ارگانی چیزی گرفتار هست، اونا هم فرزند دارن، اونا هم به هر حال باید فکر این بکنن که ما هممون مسلمونیم. خارج از این چه میدونم بازیایی که من نمیدونم واقعا چه مسئله‌ای هست، چه چیزی هست، خب این یک کلمه بخوان من مادر را از نگرانی خارج بکنن، آیا اینقدر سنگینه؟ حالا من روی قسم و آیه و بالله اینها به عنوان اینکه مسلمون هستن باور کردم، ولی آیا خدایی که اون بالا هست ناظر اعمال هست یا نی؟ من واگذار کردم به خدا، اگه دست کردی اسیر هست خودش میدونه و خدای بالای سرش، اگه دست سازمانی اسیر هست و به من دروغ گفتن اونا هم فرزند دارن، من منتظر هستم که به هر حال روزی اونا جوابشون رو بگیرن، چون من و مادر سورنا واقعا نگران هستیم. پدر سورنا انقدر بیمار شد که نتونست منو همراهی کنه تا ارومیه، مادرش به خاطر که سر کار هست نمیتونست بلند شه بیاد. نمیدونم واقعا اونجا نمیدونم من باید به کی دیگه مراجعه میکردم، به کی باید مراجعه میکردم نمیدونم. به از آگاهی، از اطلاعات، از کلانتری ها، بیمارستان ها، دادگاه، هر جایی که شما فکرش رو بکنی نمیدونم. قبلا بازداشت شده بود؟ واقعا هیچ کسیم پاسخگوی ما نیست. علیرضا قبلا بازداشت شده بود؟ بله بازداشت که یه بار تو مسئله نجوم با روز کارگری اشتباه شده بود و به اصطلاح توی پارکی بود که جایگاه بچه های نجوم عوض شده بود، اونجا دادگاه تهران متوجه شدن و بر شواهد و مدارکی که بهشون دادیم متوجه شدن که خب این اصلا برای این برنامه اونجا نبوده، برنامه نجوم بوده، بدون اینکه از ما چیزی بخوان خب علیرضا رو آزاد کردن. یه سری هم که سر ماجرای دانشگاه زنجان و اون بله دیگه دانشگاه زنجان که بله میدونم بینندگان مدرج بله همه در جدیان کار اون استاد گرامی هستن. سپاسگزار هستیم سرکار خانم فیروزی، با سپاس بسیار از شما، سلامت باشید، ممنون از همکاری شما، خدا نگهدار. خدا نگهدار.